جان آیا مسیحیان زیر ده فرمان هستند؟ خیر کلام خدا میگه ما زیر شریعت نیستیم <applause> من عاشق رومیان باب چهار پنج شش و هفت هستم به خانم ها میگه اگر شما متحل هستید بهتر متحل بمونید چون اگه شوهرتون رو ترک کنید و با مرد دیگه ازدواج کنید زناکار خوانده میشید اما اگه شوهرتون بمیره اون وقت میتونید دوباره ازدواج کنید و بعد توضیحات بیشتری در همین زمینه ارائه میده میگه ما در قبال شریعت به مرگ سپرده شدیم تا با شخصی دیگر وصلت کنیم شخصی به نام مسیح که از مردگان برخیزانیده شد بنابراین اه این اه روی اخلاقی متفاوتن شما نمیتونید بگید ما زیر شریعت هستیم ما زیر فیض هستیم شریعت توسط عیسی کامل شد ما امروز در مسیح هستیم چشمان خدا به ما سون میگه در زمان داوری نهایی من صد در صد با شما خواهم بود چون شما به پسر من ایمان آوردید و به او اعتماد کردید شما امروز در عیسی مسیح هستید او شریعت رو کامل کرد او گناهان شما رو پوشاند خدا شما رو در او و به واسطه او میبینه بنابراین در داوری نهایی خداوند صد در صد با شما خواهد بود و هیچ چیزی اینو تغییر نخواهد داد حالا آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیز افسون شود پولس در جواب میگه ما که نسبت به گناه مردیم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم بنابراین تولد تازه یعنی نگاشتن شریعت بر روی قلب پس ما زیر شریعت نیستیم در واقع شریعت در زیر ما قرار داره اونه که از ما سرچشمه میگیره پس اگه ما تصمیم داریم در جهت مطیع بودن مقدس بودن و محبت کردن تلاش کنیم نمیتونیم صبح از خواب بیدار بشیم و لیستمون از جیبمون در بیاریم و بگیم خواب این لیست منه باید اینا رو انجام بدم نه نه ما باید قلب و ذهن نه خودمون رو به روی کلام خدا باز کنیم و خودمون رو با تمام کارهایی که او انجام داده و انجام خواهد داد اشبا کنیم و شکل بدیم باید زندگی هامون رو در گروی انجیل قرار بدیم و در نهایت به جای خدمت به شریعت یکدیگر رو محبت کنیم و به هم دیگه خدمت کنیم محبت ثمره ایمان به عیسی مسیح ایمان به واسطه محبت عمل میکنه و اگه بپرسید محبت چه شکلیه اول یوحنا میگه محبت یعنی نگه داشتن احکام <تصفيق> <تصفيق> حالا حالا شاید بپرسید خب کدوم احکام باید بگم اونایی که در رابطه با محبت حالا اگه میخوای محبت خودتو به خدا نشون بدی بهتره که در قدوسیت باشی در محبت باشی قطعا ده فرمان اهمیت زیادی دارن و باید اونا رو روی دیوار خونتون آویزون کنید باید زندگیتون رو بر مبنای اونها قرار بدید اما به شیوهی بسیار بسیار متفاوت با وقتی که شما زیر شریعت هستید چون شریعت برای شما نگه داشته شده شما امروز در پیوند با مسیح هستید نه در پیوند با شریعت شما نه در کهنگی شریعت بلکه در تازگی روح هستید روی کرده امروز ما به سوی تبدیل شدن و محبت هست زندگی امروز ما متفاوت با گذشته است.